جان جون مادرت بیخیال. تو عروس دارم امروز. عروس داری؟ آذر خانم دیگه با این مشتری های بی موقعش هرچی هم بهش میگم گوش نمی کنه. بچه اینقدر ندار، برو بگه بشین. نلا شما دارین چی کار میکنین داداش؟ اگه با تو نیستم بچه چی؟ بابا این پری صبح تا شب داره این حیات آب جارو داره میکنه، تمام کاشی ها همه لغ شدن، دارم درست میکنم دیگه. امروز باید درست میکردی؟ بعد آبیداری میکنم با خواستگارا نیام پاشون رو دو کاشی بزنم آب بریزه روشون. بده خدا امروز وقتش نبود. نگران نباش بابا، میگم اوشتفی من کوچه رو سر تا سرش رو کفسازی میکنم تو نصف روز. این که چیزی نیست، چهار تا کاشیه. نگران نباش، برو تا قبلش که خواستگارا بیان درسته. برو پیش بابانه بچه. قرب خیر عروس خانم، کی رسیدی مادر؟ همین الان رسیدم مامان. اخما چی اخما تو واکن ببینم چوبون نداره. بخند تو این اوضا ماما میشه خندی؟ بعد 100 سال بهش عروس خورده، سخت نگیر انقدر. قربونت برم. توش نزن مادر، تبخال میزنی یا از من فکر میکنم که چوبون داره که روز خواستگاری عروس باشه تو خونید. مامان جان من که میدونم امروز هم قرار آبروی بنده بره توی خونه. خوزه بد نزن، بیا برو تو اتاق بزن. سیر رنده کردم، بذار رو ابروهات پرخوش بشن. سیر امروز آخی؟ خانما این تنها سالونیه که ایجو برای شما چی درست کرده. فضای نفر بعدی، خانم بعدی. باشه چشم. پری جان دست به جان، ما ببین چند تا مشتری نشسته دیگه. تو چه میدونی پری و شریف همه رو حریفه، واسه همه وقت دارم. بهترین مواد استفاده میکنه. یا خیلی خوب شدی، مبارکتان باشه، خیلی قشنگ شدی. خانم کجا میری؟ به به عروس خانم، تو اینجا چیکار میکنی؟ خوبه، حداقل اینقدر جا گیرم اومد تو این حیاط وایسم. وا ببخشیدا که ما به خاطر شما داریم زحمت میکشیم پول در میاریم. به زنداداشه بگو موها رو جمع کنه. بازه شروع کرد قهره؟ نه با آمیدشه. تو بهش بگو، بگو آخه من که نمیتونم این پروانه بیچاره دست تنها بذارم. نمیدونه ابروی عروس رو ورداره، ریمل بزنه به خواهر عروس، میزامپلی کنه مادر داماد، و اصلا بیچاره دیوونه شده. برای همینه که چی من دارم اونجا کمک میکنم. پری جان میام، چند نفر دیم نوبت دادم ها، الان میام. شما مگه آرایشگری بلدین؟ همه میدونن که پریوش از شاسکوف آلمان مدرک داره، مدرک تافت. اصلا نگران نباشیم. بیا دیگه بعد دقیقا به این اوزشفی میگفت موزای کاریشو بذاره واسه بعدن. این هم نمیشد. آخه تو که داداش خودتو میشناسی، وقتی ویرش میبیره کاری رو بکنه ها، هیچ که جلو دارش نیست. الان هم ویرش گرفت. پری یه جارو بزن تو حیاتو. ببخشون خانم، باید زده همه موها رو آورده اینجا. مهربان جون میگم نظافتچی ها بیان جارو کنن حتما. آقا مگه نمیبینی بساط عروس و عروس برونه؟ این وضعیت چیه درست کردی؟ این روپن چیه همه رو کشت؟ تخبرولا بابا به من چی کار داری؟ تو این شلوغی که سگ میزنه گربه داری میرخصه چشت به همین بیل و یه پاکه پاکه. خیلی خوب جمع کن آقا، این موزای شکستانه جمع کن ببر بیرون. بیا داداش تو تحریم بگیر. بچه نره رو اون کوداغ، برو پیش مادرت. وای سرمون رفت. اینا نمیخوان جمع کنم برم؟ چی میشد مشیعقوب؟
یه عروسی واسه من میگرفت، اینقدر حسرت به دل نمیشدم. مادر، شما با داشتن پسر بزرگ و عروس دنبال عروسی بودی؟ خوبه تو هم، مگه من چیم از فیروزه خانم کمتره؟ تازه اون دوتا دختر داشت، من فقط یه دونه پسر. بچانس من بود که داماد پدر عروسم بود و چشش تو دهن دخترش. بله میکنم بابا، مادر این حرفا چیه میزنی؟ خیلی زندگی قشنگی داشتی، حالا یه دشستی داری شاخ میزنی، برکن دیگه. بچه باسو هم بیا پایی، برو پیش مادرت. بودو خیلی داری اذیت میکنی، چرا این کار رو میکنی؟ چرا من سر صدا میکنی؟ بی بریم این قرار اذیت کردیم، کمتر سر صدا کنی. این دوماد که میاد پس؟ الهی قربونت برم، دوماد تو هم میرسه. ماما از اون را نگفتم که. بابا عجب آدم هایی هستی شما، دختر که از سر را نیبردم که شما اینقدر واسه شوهر کردن این زوغ زده هستید. یکمی دل سیر رفتار کنی. خواهرمون حجوه یا کمالات نداره که داره، تحصیلات نداره که داره، شغل دمپرکن نداره که داره. شانس باید داشته باشی که نداره. هیچ کدوم از شما سه تا شانس نداریم. مادر من اینجوری نگو بابا، این پری دلخور میشه. به جای زن بابا یه ذره اون وجه مادر شوهر بودن تو نشون بده، جای دوری نمیری که. والا اون وجه مادر شوهر بودن فرقی با زن بابایی نداره. خوبه خوب خواهر برادر من رو انداختیم وسط رینگ، ولی بخت خواهراتو بستن. دکتر دکتر جان من، اینا خانم دکتر اینجاست. چی شده؟ خانم دکتر دستم به دامنت بند بپایین. مادر شوهر دارماد دامنت دکتر یه مسئله شده بپایین. من چرا یه دکتر میکنی؟ من یک بهیار ساده هم. خیلی خوب، اینم یه سوختگی کاملا ساده است. یه بلفز چی شده؟ نه مامان شما اصلا نگران نباش. حقیقتش اینه که مادر داماد گفت اگه بخور سرد میخوام که منافذ صورتم بسته شه که جوون به نظر بیام. پری خودشو انداخت وسط و بخور آب گرم. رفت کتری آب جوش و برداشت و برد دستش لرزه ریخ رو پای مادر داماد. حالا من چقدر از این کنم؟ آره بی پایین که من یا با آبروداری کن بیه تو مادی چیزی بهش به حال دکتری کن. خواهش چی شد؟ یه چی پوستش نبودی برگی چری چی شد؟ برو چون برو چون چی شده مادر من؟ چی؟ خانم داداش دکتر رو بفرست با این. به من هیچ ربطی نداره، ببرین سامان سوختگی در موقعی جایی. دکتر؟ دکی؟ دکتر؟ وای کنه گونه برو ببین خواهران چه دست گلی به آب دادن اون تو. گونه حاجی جانم، تو که قسی القلب نبودی روز عروسی پسرش پاشو یه کاری بکن ببین اصلا فکر کن امروز عروسی خودته. آره قربونت برم، گناه داره عروسیشون به هم بخوره. برو پایین. حاجی جانم داماد اومد. حاجی جانم بیا یه پاهات نماد بسودی از سر و تشو هم بیاد بیچاره شکافته سره؟ چی کار کردی با خودت؟ چی رو نگاه میکنی؟ اینا رو بفرست اگه جانش به سرمونه نیست. بریم بیرون. هری برات ببینه شهرام کجا بودی؟ چی به سرت اومده؟ چی شده دوباره؟ چیه؟ دوباره رو خوب اومدی؟ چشمت روشن بچت اومده؟ چجور دلت
میاد وقتی بچه همون اینجوری شندر پندر و خونی و زخمی میاد، اون وقت تو وایزی اونجا لغاز بخون. نگران نباش خانوم، این بچه تا هممونو تو گور نبره هیچیش نمیشه. به دل گندگی بابای خدا بیامرزش رفت. شهرام جان قربونت برم، درد داری؟ نکنه ضربه مغزی شده؟ موهاش کردی؟ موهای من چه میدونم، الان با ببرمش بیمارستان ببینیم چی شده. ببریم نشون بدیم. پاشو شهرام، پاشو بریم. چی نشده بابا، خاله گیر نده، خوب میشه خودش. من نمیدونم تو بیمارستان کوفتی چی به شما یاد میدن. برو دوا گلی رو بیار، خودم زخمشو بشورم. دوا گلی؟ میشه یه خواهشی ازتون کنم؟ لطف کنین دست جمعی برین توی اون اتاق، آبروی من رفت جلوی مردم. آبرو؟ پروانه تو این شرایط که بچه من داره با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم کنه به فکر آبرو دی؟ الهی به حقی این وقت روز زخمانش که خراب شه رو سر تو آبروت بریزه که به فکر پری و بچهش نیستی. شما امروز صبح سقف این آرایشگاه رو سر من خراب کردی. خوبه پول تو جیبی تو از همین آرایشگاه در میاری. خواهر من پسر شما بادم جون بمه، آفت نداره. بتازونمه بتازون، موقع تازوندن ما هم میرسه. بله سینما 3 تا 4 پایین تره، یالا قربون پسرش خوشم شه آدم برم. چیه مگه آدم ندیدی؟ بریشی که بایدام دعوا نکن ببینم. وای به خدا اگه مهربان قبول میکرد انحصار فراست انجام بشه، میرفتم پشت سرم هم نگاه نمیکردم. میشه انشالله، میشه انشالله. من برم به اینا برسم. اینا یه کاری بکن. آره الان راشم میندازم. خب به سلامتی مبارک باشه آقا داماد، انشالله خوشبخت باشین. عروستانو برداریم برین دیگه. بچه ساکتین، این ضبطه چرا نمیخونه؟ بزن دیگه، بزن. مبارک خری اون اسفند رو دود کن بیار. یکی نیم نفری کم کنه عرض خواه مقارد چه؟ آقا دست ندم، حالا بیم کاری شما نیستش. بابا اون سیمان اون خوش نشده. یه لحظه برید دو طرف ببخشید آقا عزیزم، دو نفر میان دنبال عروس، نه یه لشگر. همین؟ بله آقا. کجایی؟ بیا اینجا ببینم. بیا اینجا رو بزن کنان. بله زب بس چی دسته؟ بیا دار اون بر ببینم. بیا آقا بفرمی بفرمی باشو بفرمی. دست 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 ولی نشکسته. یه ذره زیر موش خراش برداشته. خونه اومده خوبه. بارش گل میشه. چی شده باز؟ تمام خونه رو همه جا رو خاک گرفته واسه من آرایشگر جون. بابا اینجا رو یه ذره تمیز کن. حالا خودش همش بنایی میکنه ها، گیر داده به این آرایشگری من. این باتی قلمی ها کجاست؟ همونجاست. کجاست؟ همونجا که همیشه میذاریم دیگه تو کشو. بابا اینجا باتری نیستش که. چرا خودم گذاشتم؟ اینا رو میگی؟ آره دیگه همونه. نه بابا اون باتری قلمی خودمو میخوام. باتری که خودمو خودت نداره، باتری باتریه دیگه. باتری میخوای چیکار؟ بابا ساعت خوابیده. الان وقتی باتری عوض کردنه. خب چیکار کنم بس؟ واسه دیدن اینجا چیزی هست؟ چیو تماشا بکنم؟ به جای این کارا بیا ببین اون پدر سوخته ای که دستش بشکنه چه بلایی سر بچه‌مون آورده. دم شما گرم دیگه، ما هم وایسادیم کتک خوردیم. نه قربونت برم، میدونم تو زدی. لازم نکرد از هنر نوایی بیشتر از این بگی. من اومده بودم امروز آشتی کنم. من آشتیم، به سلامت. اینم که نیم قلمی میخوره آقا. بهش آقا سایه سرم مثل بچه ها میمونن. سعدی دیگه پروانه خانوم، به جای قهر کردن و غمبرک زدن برو یه لباس تازه برای شهرام جونم بیار. چرا من؟ میداد میداد پاک آبروی این دختره رفت پیش مشتریاش. کف دستم رو بو نکرده بودم که اینجا عروس برون دارین که
اومدم دو کلام با استاد بحرفم. با این وضع و قیافه دیدی خودتو؟ واسه امشبم هیچ کاری نکردی. امشب خبریه؟ نه چه خبری؟ قربونت برم، امشب میری حموم یه صفای میدی، الان پروانه لباس خوشگل برات میاره، میپوشی، میری با دوستات تفریح گردش، دو روز دیگه میای. آخه امروز آقات خیلی عصبانیه. قربونت برم. خبریه؟ چه خبری؟ نه شیرنی میوه میخوای اینم نخوریم؟ تو ظرفای جهاز پری؟ الان مشکل تو جهاز پریه یا میوه ها؟ بفرمایید لباساتو. دست درست بهتری؟ آره بابا هیچیم نبود، شلوغش کرده بودن هرکی. میگم شرمنده، من نمیخواستم یه کاری کنم آبرو ریزی چه. باشه میری لباساتو عوض کن. کجا میرم؟ کجا برم؟ مهربان گفت قراره بری. کجا برم؟ اومدی بمونی؟ عیبی داره؟ عیبی که عیبی داره پرمانه. بری بهتره، وضعیت اینجا رو که داری میبینی، اون حیات، اینم اینجا، اینم من، الان همه نگرانن و عصبی. من که خوبم. تو خوبی، ما خوب نیستیم. اعصاب تو دادی اجاره سر برج کرایه میگیری؟ پاک میکنی منو وادار میکنی بیام اینا رو پاک کنم. تو از دستای خوشگل پرید حیفید نمیاد؟ خانم بذار من درست میکنم دیگه. حالا این دفعه برات یه دونه از این دستش باغونیا میخرم. من اصلا نمیدونم تو به این حمید چرا پول میدی. اگه قرار نیست کار بکنه من کار کنم، برای چی میاد؟ چه میدونم بابا. داماد هزار تومن شما شد. چه تو بابا. چی؟ چی؟ لالمازیه. بابا شهرام میگه خونه میمونه. یعنی چی؟ خانداداش میگه فعلا میمونم. نه اون گفت میرم. کی گفت میرم؟ من گفتم برو، اونم جواب نداد. غلط کرده. حالا یادش نبود که خانواده داره؟ حالا درست همین امروز فیلش یاده و هندوستان که خانواده دوست شد؟ بزنم بکنه کمک کن، خواهرت کمک. آخه قربونتون برم، مهربون من، چه کاری بکنه پسرتون؟ این که نمیتونه به پسر خودش بگه از خونه مادرت برو. چرا نمیشه؟ خوبم میشه، بره همون قبرستونی که دالا بوده. یه امروز تو بره این وقتش با بشه بعد. مامانی، مامانی من الان وقتم آزاده، بیه دست به سر رو بکشم. آره بلندتر بگیم منم بشنوم. مگه غریبتون منم؟ آبجی جون خورده برده ای ندارم که بخوام یواش بگم. شازده جنابالی و انگاری موش آتیش میزنن که سری به زنگ و سر کلش پیدا میشه. نه قربون جون، تو جوش خودتو میزنی آبجی کوچیکه. وقتی یه بخت برگشته در یه خونه رو زد اومد واسه خواستگاری تو، من به شهرام میگم نیاد خونه مادرش. خونه مادرشه. پروانه من نیومده بودم اینجا همه چی رو به هم بریزم. دل لامصبم تنگ شده بود، به خودم اومدم دیدم تو کوچه آشتیکنانم دمه در این خونه. آره اون سرسوله تو یه آب میزدی وقتی اومدی ننت خل نکنه پس بیفته. من نوکر ننمم هستم، فدای مامان پری بشم. تو ضعیفی، من نمیخوام کار کنی. الهی بشکنه دست اونی که تو رو به این روز آورد. نه که پسر تو علیه السلامه، بقیه بچه ها بدن. نفرین بکن، نفرین بکن، دستش بشکنه الهی. شهرام جان وضع جیبیت چطوره؟ پول بول تو دست و بالت هست؟ مایه پایه کم داری؟ نه قربونت برم. بیا من اینا رو از آرایشگری برای تو پس انداز کردم، بذار تو جیبت. مرد هرچی بیشتر پول داشته باشه ارچه قربش بیشتره. نوکرته. یه روز دستم به دهنم برسه هیکل تو طلا. به قربونت برم، تو خودت طلای زندگی، به هیکلت سر تا پا طلا. دیگه برو، برو با داداشا، با دوستان، برو بازی کن، برو فوت مهمونی بگیر، برو هر کجایی که می‌خوای بری خوشی کن.
چی بابا، من اومدم دو سه روز اینجا بمونم. چی بمونم؟ آفتاب از کدوم طرف در اومدی که خونه بمون شدی؟ گفتم که دلتنگی. خیلی خوب، حالا ننتو که دیدی دلت گشاد شد، پولم چی گرفتی؟ حالا بفرما به سلامت. چتونه امروز؟ چرا همه تون مشکوکین یه جورایی؟ اینجا هیچ که مشکوک نیست، همه عدم توی پیچینه دارن. تو برو یه فکری به حال خودت بکن. آقا اگه چیزی هست به من بگین، من خودیم. این خودتر از همه خودتی. سایه سرم، بچه‌مونه، یه پولم تو بده، راه دوری نمیره. چیه پولت کمه؟ بیا این تمام داراییم، 150,000 تومان. ننتم که دیدی دلستم که گشاد شد، حالا بفرمایید. بفرمه سلامت. سیستم دکیشنیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی که بالاخره ما باید بفهمیم اینجا چه خبره دیگه. هیچ حرفی نمیزنید. آب هموم گرمه؟ هموم دیگه نظافته. آب گرم کن، خاموش بوده، سرده. یه دوش آب سرد میگیرم. ای بمیری تو. الو فری، بگو چی؟ مطمئنی؟ ببین من اگر بیام اونجا چرت و پرت گفته باشی من میدونم. و تو خیلی خوب، جلدی الان میام. من 3 سوت چلیک میشم سمتت، فقط یه دوش بگیرم جنگی میام. باشه، خداحافظ. شهرام سیدی هاشمونی دادا داره گفته ما نسالت این بود دادا. اگه گرد خاک بود چرا به ما نگفتی؟ ما اینجوری چلاقیم مگه دادا؟ به گوشتم رسید. به گوش ما رسید؟ آدرنالین داره از سر و پات میریزه دادا. تو قبل خونه این توپ ترکیده بود با شیش اومدی پایین. چیکاره ایم؟ ها؟ چی کاره ایم؟ دادا ماشین زاخسیاشو چوب زدم 1:0، یه دونه گاف صندوق توش بهبهی منتظر من و تو. را بیافت شلو. کجا؟ خب صندوق صندوق عقبه؟ آره داداش مطمئن. آره داداش مطمئن. کدومه داداش؟ 3 روز پلک نزدم، یه چشم به ماشینه، یه چشم به تلف روش. ابزار چی آوردی؟ آچار یه پیشگوشتی یه داداش. چرا اینجوری میکنی داداش؟ همش این توه دیگه بابا. آچی اومدی تا اینجا ماشینه رو تعقیب کردی؟ پلک موتوری. آچ تو سرت بابا، اینقدر آدم آویزون داغون. چرا؟ با چی برگردی؟ با پیک موتوری. همچنان خاک تو سرت. با چی داری اینجوری میکنی داداش؟ داداش یه دونه ماشین 1-2-3 برمیداریم میبریم دیگه. قربونت برم. گشنه نوکرم بفرم. به 1:0 به بهی. میخوای با همین برگردی؟ خوشت میاد؟ اصلا گوشترش اینجا ما ببریم. بفرم. چرا؟ عکس بچهش تو ماشین بود بابا. قشنگ معلومه طایفه مسافرکش دنده 100 تایقاز عوض میکنه 2 قرون 10 شایی در بیاره واسه زن و بچه. داداش تو کلن امروز از سر لج اومدی یا چیه؟ آقا بفرما. ماشین خلاقانه وطنی را دست سرم هست. خوبه، کاملا بهبهی. دوستت دارم. دوستت دارم. حل داده این؟ حل چشاته. خوشت اومد؟ محل قروق دادا تحت کنترل. بفرمایید. رخم داره. عالی. بله. چیو؟ بابا جزء موزه و کتاب متاب پشت ماشینه دیگه. خب که چی؟
بابا معلومه یارو دانشجو دیگه، وسط درس و کلاسش هم میره 2000 مسابقه کشی میکنه، کاسبی کنه پول درس و مشقش درات دیگه. داره گیر آوردی ما رو. آقا زنگ بزنیم پیک موتوری دیگه. بابا ما که نرفتیم دنبال درس و مشق، بذار حداقل یکی مثل این بره، مثل ماهانش تو این خطا نیفته. این چی؟ این خوبه؟ این دیگه خوبه دیگه. آره دایی رنگ شمال میکنم. بریم دادا. برو تو کارش. داری؟ محلو داری؟ بریم بلش کن. برای چی؟ بلش کن بیا بریم. پیشکشی توشا؟ بیا بریم بلش کن. بیا بریم بیا بریم بلش کن بابا. بیا بریم بلش کن. چرا؟ اوتو امروز چته؟ این چطور؟ کوری اینا اول اومدیم دیدیم که آه یه هم بهبهی هست. بریم آشو با جاش ببریم. جاش بریم. مطمئن نگاف صندوق تو صندوق عقب ماشینه؟ داداش ماما امروز هم مثل همه روزه یکی دندقه رفت تو پارکینگ امانتی مونو گذاشت تو صندوق عقبش. این فکر کرده خیلی زرنگه، نمیدونست عقل جنم بهش نمیرسه. ولی به عقل ما رسید. ما؟ یکی به عقل تو رسید بعد تو هم گفتی به عقل من هم رسید دیگه داداش. کجاست؟ ها؟ بزنش داداش. خیلی رو دست رو بیار پایین، دست رو بیار پایین. ابزار رو بده من. داری پیش گوشتی؟ یواش بده، سرمخ بده، نمیفهمی؟ یه رو بخوای خودم برم؟ بده من. بیادش برو برو دارم. یه وقت به پا کسی نریزه بیر میگه بود. اصلا برو. برو دادم. داداش بی خود نیست بهت میگن شرام سکی دیگه، فکر همه جاشو کردی. بمیری بابا نرگدا، همه زندگیشو قفل و زنجیر کرده که. داداش منم دمت گرم. چیه؟ میزنم شل و پلت میکنم و مردم از ترس. بابا خوشحال شدم اون در واسه گم شما فر. ببین کسی میاد یا نه؟ کسی نمیاد که برو. چیکار کنی؟ بابا چرا سیریش شدی پیش من وایستادی؟ برو اونجا همسایه ها رو ببین چه خبره، کسی نریزه بیرون. یه بابا میگه کی بیاد بابا بیا حله برو. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما؟ سلام علیکم. حال شما خوب هستین؟ زنده باشین. خوبین؟ قربان شما. خسته نباشین. سلامت باشین. در خدمتم. چیزی شده؟ بله. نه. این سویچ بل. ماشینم مونده تو حواس پرتیه دیگه، ببخشید. بله. کمک نمیخوام. نه نوکرتم. خدا شما را برادری کم نکنه. دست شما در نکنه، خودم ردیفش میکنم با دوست. کمک خاصی در خدمت. قربون شما برم. خیلی ممنون. محبت داری. انگار اینجا قریب این شما. بله. نه. من خونه عمم همین طبقه دوم اینجا. همین دوم اینجاست. آره. میگم که خونه خواهر منه. خواهر منه. زنده باشه ان شاءالله. اونوریش میشینن. گفته بود اتفاقا خواهرتون خیلی تعریف میکرد. زنده باشی. قربون شما. چای چیزی نمیخواید؟ نه پر رنگ اگه باشه خوبه، میشوره میبره. خانم چای آماده؟ دست شما درد نکنه. خیلی محبت میکنی. قربون شما. زنده باشی. قربون شما. خواهش میکنم. مخلص ماشین مال خودتونه دیگه. آره دیگه. مال شوهرم هم نیست که. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. الان میگم بچه‌ها براتون چای. نوکر شما آقا. آقایی میکنی. خیلی ممنونم. زنده باشی. بری رگ برو. اگه من کف خیابون چش تو چش واسه تیزی نکشیدم بهت نکردم. چرا؟ مگه چیکار کردم؟ تا بخواد بره چای بیاره دم بکنه کلی تو نوش بازش کن. باز بیا. خیلی سیکیشه این هم سایده با چایی دنبالمونه. چایی تو پدر مادرم.
درست کن. برو. ما ضبط کردیم و جانم مرجان خانوم من دست تو چیکار کنم؟ آفرین چرا داد میزنی؟ حتما خودت هم در بود نه ببین دود کن تو عصبی آروم میشه دود کن از این بگیم این برا بچم دود کن این برا همینی که از هر کی بیاد خواستگاری از این به بعد همین آشه و همین کاسه حتما خودت هم در بود آغوش شدی بله منم خوردم ولی فکشم آوردم پایین صورتشم کامل ریختم خداشمونی بابا نه ببین مرج الو بابا چرا قطع میکنی دیوونه بابا خواستگار پروندن همینه دیگه آدرنالین تو پل رسید سلام داداش علیکم سلام سلام جناب سرنگ گل من سرنگ نیستم و توتفنم ببخشید من همیشه این درجات با هم دیگه اشتباه میگیرم ببخشید نمیفهم دردمون خیلی جا داره شما چرا اون عقب نشستی من حیات دوست دارم دیگه حیات بالکن تو خونمون هم اینجوری هم همش تو بالکن حیات تو اون صندوق آهنی خب چی داری که اینجوری بغلش کردی طلا جواهرات الماس سکه کجا ببرینش ببریم خونه بکنیم دستمون جناب سروان دیوونه است یه مدتم بیمارستان روانی ها بستری بوده مشکل اعصاب و روان داره الان من نیاوردمش جلو به خاطر اینه که خطر داره دیگه بستمش عقب دادا مگه گاوم من میگی بستش عقب البته یه چیز دیگه هم بهت بگم گدا جیبش ته نداره داداش ما که اون تو طلا جواهر بود وضعمون الان بهتر از این بود جملهش خیلی بعبعی بود جناب سروان عالی بود چهارا درفشان بله دریافت شد به موقعیت اعزام میشه خدا پشت و پناهتو خیلی شغلتون سخته جان سبا مایی چقدر حقوق میگیری؟ این حقوق کفاف میده؟ شما کارمندتون ببندی درکت کنی چه؟ جان سبا بیاد کمک به سلامت نوکرتم بنده فریدون جون داده امام هشتم میام پایین دهنتو گل میگیرم آه برای چی داده؟ ببند دهنتو چرا چرت و پرت میگی آخه؟ آقا چرت و پرت نگفتم من یه رفیق دارم میگی که هر وقت میخوای حرفتو باور نکنن راستشو بگو مرد شور خودتو رفیقاتو ببرن داده گشنم اونا صد دفعه گفتم یه خلق الله رو یه جوری کوتاه کنیم که خون زندگی خودمون رو موبر نداره چی شونی؟ چی مامان؟ الهی دور سرت بگردم من که آرشگامون طبقه پایینه بین عروس خانم تو که از صبح شونه دستشه چی دیده من چونه کنم وسط خونه؟ داداش داداش قشنگه؟ هر بابا قشنگه رنگم بهش میاد مبارکه الا بلا بهتره که چشم حسود و بیگانه اصلا ماما مهربون دستای پریوش به هر چی میخوره ها قواره میگیره الان ببین این لبه هاشو گرفتم و شده این آدم حسابیا وقت بشی مادر فقط امیدوارم امشب سر کله شهرام پیدا نشه اوه پروانه خانم دیر اومدی نخوا زود برو آه
میخوای پسرتو توجیه کنی دیگه غیر اینه؟ آخه تو یه جوری حرف میزنی انگار مثلا شهرام غریبته. بابا شهرام بچه خواهرتونه. بچه برادر. بیا بچه برادرتون. حالا این افتخار مال شما. بچه برادرتون که هست. بده میخوام خواهرم مثل من سیاه‌بخت نشه. آخه گوگوری مگوری من. ماجرای تو با اون فرق. چه فرقی داره؟ خودت هم میدونی که فرق داره. چه فرقی داره؟ شهرام با لجه دیگه. کرم از خوده داره. آقا بس کنید دیگه. به علی هم گیر داد، ناراحت نشو. بابا شما چرا دوتاییتون همه چی رو قاطی میکنین؟ شهرام هم مثل من حس ششمش قویه، خودش میگرده میجوده پیدا میکنه، چیزی که به درد خانواده نمیخوره اتوماتیکمان به همش میزنه. همین. آره یه نگاهی که آینه به خودش بندازه اون موقع همه چی حل میشه. تو شد یه دفعه پشت سر بچت درای؟ من خانوم نمیتونم طرف ناحق وایسم. ناحق؟ ناحق؟ آره. حالا یه ناحقی بهت نشون بدم. هم دارم. نشون بده، حرفمو برمیگردم. اونقدر هرسم میگیره از این پری که بی خودی از شهرام دفاع میکنه که دوست دارم کلمو بکوبم به دیوار. چرا انقدر هرس میخوری؟ تک به سرشه دیگه، دفعه نکنه چی کار کنه؟ ویل کن بابا، اوقات تلخی نکن. ببینم تو چجوری تونستی علی رو راضی کنی بعد از اون قشقرق دوباره بیاد خواستگاریت؟ با بدبختی. هر بار که همدیگر تو بیمارستان میدیدیم خب من همش راجع به این باش حرف میزدم دیگه تا راضی شد. خوبی همکار بودن همینه دیگه، فرصت توجیه داری. الهی من قربونت برم. هنوز بهش فکر میکنی؟ من عاشق این خونه های قدیمیم. واقعا خیلی عالیه، وقتی آدم میاد تو این خونه های قدیمی قرار میگیره روحش تازه میشه. راستش اینو آقای یعقوب پدر خدا بیامرزم با صدیقه خودش داره، یه مهمونه. خدا رحمت داره. البته فقط یه ایراد داره، مشکلش اینه که اگر یه شب شما مهمانی برین میبینین دوز همه وقت دارید. ابدا، اصلا سابقه نداره تو این محل تو این خونه دزدی شده باشه. حداقل 70-80 سال یه دزدی شده، اونم اوسا بوده که دل منو برده. منم دو طرفه بوده. اینجا همسایه ها مواظب هم هستن، مهربونن. در حال قابل شما رو نداره، منزل خودتونه. بابا 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 مبارک ها باشه. اون با اون عروس خوشگل دوست داشتنی داریم. چه لباس خوشگلی مامان، گیر دادین به لباساش؟ ماشاءالله عروسمون خوشگله، چه چشمایی، خودش هم خوشگله. عروس خانوم هم هل داره، نمک و فلفل داره، ماشاءالله به چشم و ابروش دوماد نشسته پهلو. چه دختر خانوم خوبی دارین. خیلی ممنون. خواهرم به دخترم. خواهرتونه؟ بله بله بله، خواهرمه. البته داستانش مفصله، بعدا خدمت شما. نه اتفاقا قصهش خیلی هم نمکه، من خدمت شما عرض کنم. پدر مادر من که با هم ازدواج میکنن، پدر مادر من میاد مادر پدر منو میگیره. یعنی آقای یعقوب، آقای یعقوب من مهربان جونو. اینا که با هم ازدواج میکنن دوتا بچه به دنیا میارن، میشن همون دوتا دختر خانومی که اونجا نشستن. اینا هم عمه های منن هم خاله های منن. خاله عمه بزرگه که 4 سال من بزرگتره، اون کوچیک سوتی سماقی هم که میبینی شیر به شیریم با هم. اینجوری شده که الان چقدر تعریف کردن این چیزاست، قربونت برم. مادر ببینم بذار از اول همه چیو بدونم. نه من جون شهرام پری، بذار حرف بزنه. واقعیت چی بخوایم، من از مادر خدا بیامرزم یه انگشتر به من هدیه رسیده. اگر اجازه بدین به عروس برادرم هدیه کنم. از شما در قرار بازم. عمو بزرگ ما هستن. خدا بزرگت مهربان. سال هاست که جای خالی پدرم عزیزم. جیبه شهر خودش اونجا. همین بله همینجا. گوشی من نیست. اگه میخواییم به جای تلفن بزنین گوشی هستی داریم. شما گوشیتون رو به من نمیدین؟ خانم تو کیف شما نمیدین؟ نه رمزش همیشه عوض میکن. کی به من گوشی دادین؟ رمز چند حالا؟ عمو شاید تو ماشین گذاشتین. کیف منم نیست. کیف شما دستیتونه. کیف دستی منم نیست. شاید تو ماشینتون مونده. نه من همین دمه در من با گوشی داشتم صحبت میکردم. برای چی منو گوشی میکنین؟ شما داشتین حلقه میدین؟ قبل از که تشریف بیارید اینجا جای دیگه نرفتید؟ نه اتفاقا ایشون داشت. شیرینی
اون تو بود. من مطمئنم که تو این خونه است گوشی. مطمئنم تو همین خونه است. که اتفاقی افتاده من نمی‌دونم. شما نکنید. من مطمئنم. چون دم در من داشتم با گوشی صحبت می‌کردم. فدای سرتون بابا. مال چرک دست حالا بشینید بریم سر اصل مطلب. من از این خونه بیرون نرفتم. یعنی چی آقا؟ من وجود من پیش ذات نه آقا یعنی چی؟ من مگه دم در من با گوشی صحبت نمی‌کردم؟ چیزه من دلم این سیر و سرکه داره میجوشه. میدونی چرا؟ آخه چیزه من به علی گفتم شهرام ایران نیست که قبول کرد دوباره بیاد خواستگاری، یعنی جرأت کرد دوباره بیاد خواستگاری. میگم اگه بفهمن دروغ گفتم خب خیلی بد میشه. با اون بلایی که شهرام سر خانواده و خودش آورد حق داره به ترس بنده خدا. آجی جون گفتی میای چیز کنی، میای زودتر الان میرسن. نزن نزن، دارم میبینم کور نیستم که. برو باقی داباد بذارش اینجا داداش. بری ها بذار من برم تو این دره رو واکن. من ماشین رو تو نمیارم، ماشین دوزی تابلو معلوم میشه. برو رفیقت هم ببن، من حوصله ندارم لگه پاشمون رو بگیرم. رفیقم کیه؟ رفیقت سگه رو دیگه بابا. بابا تو از اون سگه میترسی؟ تو شهرام سیفی. بابا من اصلا حال نمی کنم با اون. برو سری میخوام برم خونه استاینا کار دارم. او کجا داری میری؟ بابا ماشینو بردار بیار تو بریم اینجا اینو باز کنیم چی توشه. اینو فردا باز میکنیم میریم پیش ناصرخان بازش میکنیم. بابا تو فردا من دیوونه میشم. آقا منو سرشار سیدنم. نمیشی آقا سب کن دیگه بابا جون من. تو فقط مطمئن که همه ویترینو خالی کرده این تو؟ تو دوباره ما رو یه دستی گرفتی فکر کردی ما آفتابه ایم. آره دیگه سر این کل ویترینو خالی کرده باشن این تو چه حالی میده؟ کلش طلا جواهر. من نبه و نتیجه من لنگ میندازن رو لنگ استراحت میکنن حال میکنن. باور میدونی میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه مکانیکی نه یه گاراژ. یه گاراژ میخوام بزنم که توش مکانیکی باشه، صافکاری باشه، نقاشی باشه، تعویض روغنی باشه، کارواش هم باشه. یه باقی هم واسه بابا ننم بگیرم آخر عمری برن اونجا راحت زندگی کنن. یه شاسی بلند مسی هم میخوام بگیرم دست مرجانم بگیرم بریم سر زندگیمون. چه؟ چی؟ نه داشتم به این فکر میکردم که یه چیزی جای گذاشتی، یعنی که فکر میکنم باید یه دونه استنبولی هم بگیری، یه خورده چوب هم بریزی توش، آتیش روشن کنم، من کنارش بایستم دم اون گاراژه چهار تا سیگار بفروشم دیگه. هر حال تو اونجا رو داری برد نداره به سهم تو هم میرسی. از ما اصلا هیچی نگفتی، گفتی این کارو بکنم به سهم تو هم میرسیم دیگه. حله بلش کن دیگه، فقط اینو بردو ببر تو. من میخوام برم خونه حسینا. تو گیر داری بری؟ من امشب باید برم ببینم چه خبره. اینا خیلی بد منو پیچوندن، من رو دلم مونده، باید برم تتوشو در بیارم. داش نرو ولکام. چرا بابا یه دفعه بلند میشی میری اونجا درگیری دوباره میشی؟ اصلا داستان چی بابا درگیر برای چی؟ همون یارو که انداختش تو قوطی دیگه. بابا اسم اونو نیار، گفتم حالا ما یه کاری کردیم تموم شد رفت. چشم این ور نمیداری یا میشه ناموس رفیق. آدم به ناموس رفیق نه هیزی میکنه نه چشم داره، فهمیدی؟ مثلا نگاه نمیکنم، چشمو میبندم. اگرم دوز بود بود نه نمیبره. فردا میریم پیش ناصرخان حلش میکنیم.
تو در نفس و جان منی، نیمه ی پنهان منی، در دلم آرام ندارم. من زخم نمگیر تو هم، عبرم و دلگیر تو هم، در خودم آرام ببارم. عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برم. شدم تا تمام خودم را به تو دارم.